بیشترین مجاز در کدام بیت؟ یافت می شود. یک، هر بنال بلبل، بنال بلبل اگر با منت سر یاری است و سیل که ما دو عاشق زاریم کار ما زاری است دو میخواست گل که دم زند میخواست از رنگ و بوی دوست از غیرت سبا نفسش در دهان گرفت سه هر سرو قد که بر مه و خور حسن می فروخت هر سرو قد که بر مه و خور یعنی خورشید بر مه و خورشید حسن می فروخت چون تو در آمدی پی کاری دیگر گرفت و چهار یک سر بی کبر در نمرود زار خاک نیست یک سر بی کبر در نمرود زار خاک نیست کاسه هر کس که میبینم از این صهبا پر است کاسه هر کس که می بینم از این صهبا صهبا یعنی شراب پر است خب دقت کنید بیت ها رو درست بخونید زیر اونایی که احساس میکنید مجازه خط بکشید ببینید چند تا و بیشترین بیت بیشترین مجاز در کدوم بیت به کار رفته بیت به بیت بیت آخر یک سر بی کبر در نمرود زار خاک نیست کاسه هر کس که میبینم از این صهبا پر است صهبا معنی شراب
گزینه چهار خب بیت به بیت بریم جلو و مجازها رو پیدا کنیم. ببینید بنال بلبل اگر با منت سر سر از مجازهای پرکاربرد یعنی هسته یه مجاز که ما دو عاشق زاری بکاری یه مجاز بیشتر نداری یک میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست. ببینید میخواست گل که دم زند، دم اینجا مجاز از سخنه یک، رنگ و بوی هم جناس داره ببخشید مجازه، مجاز از زیبایی. از غیرت سبا نفس، نفس مجاز از سخنه. سه تا مجاز هست اینجا. هر سر قد که بر مه و خور حسن می فروخت چون تو در آمدی پی کاری دگر گرفت. مه و خور، ماه و خورشید مجاز از همه پدیده ها، همه پدیده ها. اینم یه دونه بیشتر نیست، اینم یک. الان در واقع مشخص شد کدوم گزینه دیگه. یک سر بیکر در نمرود زار خاک نیست، خاک اینجا مجاز از قبره. کاسه هر کس که میبینم از این صحبا پر است. یک سر، اینجا سر هم داریم یعنی وجود، دو تا مجاز داریم. پس کدوم گزینه درست شد؟ گزینه دو. بله، گزینه دو جواب سوال بوده. این هم سوال کنکور سراسری بوده. خب حالا برگردیم. هر سر قد که بر ما خور حس می فروخت. سرقد اینجا چیز استعاره است. خب گفتیم که طراحان کنکور، سازمان سنجش، استعاره و مجاز رو جدا کرده، قبول نداره که بعضی مجازها استعاره هن. سرقد قد مثل سر، قد سر این تشبیه، ببخشید سرف قد، قد مانند سر تشبیه مجاز نیست. یا میتونیم رو قد سر یا سرف قد بگیم استعاره از معشوق، استعاره از معشوق. خب لطفاً ادامه درس رو پی بگیریم چون زمانمون خیلی کمه و ما هنوز درس یک رو تموم نکردیم. اگر فراموش نکرده باشید ما درس اول رو تا اونجا آوردیم که گفت که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که دارد چون تو پشتیبان. چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان،
چه باک از موج بر آن را که باشد نوح کشتیبان. تا اینجا گفتیم، حالا ادامه شو میدم. هرگاه که یکی از بندگان گناهکار پریشان روزگار دست انابت و امید اجابت به درگاه حق جل و علا بردارد. خب پریشان روزگار کنایه از آشفته حال، بدبخت. من اینا رو پاک کنم که بتونم مطالب رو روی تخته بنویسم. دعا کنیم این ویروس هر چه سریعتر رخت بربنده و حضوری خدمتتون باشیم که بتونیم کاری بهتر رو ارائه بدیم. خب من که پاک کردم اونو، کاسه همون کاسه از کاسه هر کس از این صحبا پر میگره، از این شراب پر میشه، استعاره است، استعاره از عمر، پیمانه عمر آدمی. بله نوع فعلان هم خانم حسینی اشاره میکنیم. ما اینجا گفتیم که پریشان روزگار کنایه از آشفته حال، بدبخت. انابت و اجابت، انابت اجابت چی داره؟ جناس. بله دست انابت، ما یه نوع اضافهی داریم بهش میگیم اضافه اقترانی، یعنی دستی که به نشانه توبه باشه به سوی خدا بلند میکنه. ولی چون دانش آموزا اضافه اقترانی رو نخوندن، هر جا به اضافه های اقترانی مثل دست انابت یا دست ادب میگیم استعاری، اضافه انابت مثل کسی که دست داره، ادب مثل کسی که دست داره، یعنی قسمت اول جزء، قسمت دوم چیز کلیه. خب میگه هر زمان که یکی از بندگان آشفته حال برای توبه به امید حق دست به درگاه خداوند بزرگ و بلند مرتبه برمی‌دارد، که چی؟ حالا باید قسمت بعد رو بخونم. ایزد تعالی در اون نظر نکند، بازش بخواند باز اعراض کند. خداوند متعال به او توجهی نمی‌کنه و اگر دوباره خدا را بخواند باز از اعراض میکنه. اعراض روی برگرداندن، اعراض روی برگرداندن. بار دیگرش بازش بخواند. این بازش بخواند شینش چه نقشی داره؟ ببینید ایزد تعالی در اون نظر نکند، بازش بخواند باز اعراض کند. بله مفعوله، درود بر شما، آفرین. یعنی او را بخواند، درسته. بله بار دیگرش به تضرع و زاری بخواند، یعنی التماس میکنه، تضرع و زاری. حق سبحانه و تعالی فرماید یا ملائکتی، ای فرشتگان من، قد استحییتو، من شرم دارم از بندم. قد استحییتو من عبدی و لیس له غیری، و او غیر از من کسی را ندارد. فقط غفرت له، پس او را بخشیدم.
خب چون یک آیه قرآنی یا یه حدیثیه، حالا آیه است یا حدیث نمیدونیم، احتمالا نه آیه قرآنیه، درسته. یا ملائکتی قد استحییت تو من تزمین، نه تزمون، لطفا تزمین با تزمون فرق میکنه، بله درسته، تزمینه. دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم. خب دعوت یعنی دعا، خواهش، طلب. دعوت او را اجابت کردم، پس شین بازم مفعوله، درسته. امید او را برآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم. یعنی همی شرم دارم یعنی شرم می‌دارم، خجالت می‌کشم. این همی در فعل‌های قدیمی نشانه استمراره. همی شرم دارم، شرم می‌دارم. میشه ماضی استمراری. برای اینکه بچه ها، برای اینکه بتونید فعلها رو، فعلهای قدیمی رو تشخیص بدید، باید به زبان امروزی درش بیارید، بعد زمانش رو بگید. به این شکل کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است او شرمسار. خب اینجا یه تلمیح داریم به یک حدیثی که همین حدیث بالایی من گفتم، آیه حدیثه، یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقد غفرت له. بله این تلمیح به این اون حدیثه داشت. کرم به معنای بخششه. قسمت بعد رو میخونم. آها، یه بیتی، یک بیتی که مناسب این بیته، یعنی قرابت داره با این بیت، کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است او شرمسار، این بیت است. می نویسم براتون: شرمنده از آنیم که در روز مکافات، شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور عفو تو نکردیم گناهی. با این بیت کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار، قرابت داره. عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف، که ما عبدنا که حق عبادتک. خب عاکف یعنی گوشه نشینان، کسانی که در مسجد معتکف میشن. به تقصیر، تقصیر یعنی کوتاهی، کوتاهی در عبادت. گناه هم معنی میده. کعبه جلال، جلال یعنی شکوه و بزرگی. کعبه جلال یعنی بارگاه با عظمت، بارگاه با شکوه. عاکفان کعبه جلالش یعنی گوشگیران برای عبادت در خانه پرشکوه او. معترف، اعتراف میکنن، ما عبدناک، یعنی ما تو را عبادت نکردیم،
آنجوری که حق و شایستگی تو بود. خب کعبه جلال، جلال و عظمت رو به یک کعبه تشبیه کردیم، اضافه تشبیهیه. تضمینم داریم دیگه، یه حدیث رو آوردیم، ما عبدنا که حق عبادتک، این تضمینه. خب و یه بیتی که با این قسمت کعبه جلال، آکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف که ما عبدنا که حق عبادتک، یه بیتی هست که با این قرابت داره، اونم اینه. می نویسم اینجا زیر اون بیته، اینو پاک کنم. بیت کدومه؟ ما نتوانیم حق حمد تو گفتن، ما نتوانیم حق حمد تو گفتن با همه کروبیان عالم بالا. میگه ما نمیتونیم، ما و همه فرشتگان، کروبیان یعنی فرشتگان، نمیتونیم تو رو اونجور که شایسته هستی مدح و ستایش کنیم، که با این قسمتی که الان خوندیم قرابت داره. اقرار میکنیم به عبادت، به کوتاهی در عبادت و ناچیز این عبادت ما در برابر جلال خدا، این مفهومش. واصفان هلیه جمالش به تحیر منصوب که ما عرفنا که حق معرفتک. واصفان یعنی ستایندگان، ستایش کنندگان. هلیه یعنی زیور، زینت. هلیه زیور و زینت. خب ستایندگان زیور جمال او به تحیر منصوب، یعنی سرگردانن، که همین سرگردانی و حیرانی یکی از مراحل سلوکی که بعداً در درس سیمرغ که حوادی عرفان هست از نظر عطار، که طلب و عشق و معرفت و استغنا و توحید و حیرانی هست، اونجا باش آشنا خواهیم شد. یکی از سوالای کنکور معمولا هفت وادی عرفان از نگاه عطار نیشابوریه. خب ما منصوب داریم با سین یعنی نسبت داده شده، منصوب با صاد یعنی گماشته شده برای کاری. واژه‌های اماوا هستن از نظر املایی مهمن. پس ما منصوب نباید با این منصوب اشتباه بگیریم، نسبت داده شده به کار، منصوب کردن، گماشته شده، هماوا، واژه های هماوا. خب از نظر قلمرو ادبی بازم تضمین داریم. هلیه جمال، بچه ها جمال و زیبایی مثل یک زینته، مثل یک زیبره، پس تشبیه داریم. هلیه جمال اضافه تشبیهی است. آرایه تضمین هم هست دیگه، ما عرفنا که حق معرفتک، یک حدیثی رو کامل آوردیم در میان سخن قرار دادیم. یک جناس پیدا کنید تو همین جناس، هم جناس هم تضاده، دقت کنید، هم جناس هم تضاد.
خب تو همون جزوهی که بهتون معرفی کردم رو همون جزوه میتونستین نگاه کنید دیگه، یا PDF کتاب رو میتونستین دانلود کنید. خب بین بله جمال و جلال، آفرین، جمال و جلال خانم ترحم درست گفتن. یه جزوهی براتون فرستادم تو واتساپ به تو شاد، حالا امشب دوباره براتون میفرستم. یه جزوهی از استاد خوشبست، جزوه خوبیه، همه معنی ها رو داره. بعدش هم یه همراهش هم دو تا جزوه هم دستور هم آرایه ها هم تو خود اون جزوه همراهش آورده. حالا دوباره هم براتون میفرستم. فکر کنم نیازی به پرینت نیست، همه رو PDF بخونید برید جلو. ما بیشتر ببینید در اصلا هدف از دادن جزوه اینه که وقت کلاس روی معنی شعرا از بین نره، هدر نره. بیشتر ما بتونیم نکات زبانی و ادبی و مسائل دستوری و آرایه ها رو کار بکنیم و از نظر قرابت معنایی کار بکنیم. شما زیاد در مورد اینکه جزوه رو پرینت بگیریم نگیریم فلان یکم فراتر از اینا باید فکر کنید، چون میدونید که تو کنکور موضوعات براشون مهمه، مفاهیم مهمه، مفاهیمی که تو ادبیات فارسی 1 و 2 و 3 اومده، آرایه ها هم که خارج از کتاب میدن و مطالب دستوری هم که میدونید معمولا مطالبی هستن که خیلی هاش هم اونا هم از شعرهایی که میدن خارج از کتاب. حالا میل خودتونه، اونایی که احساس میکنن تو گوشی سخته براشون پرینتش رو بگیرن. اما اون صفحه اولی که تصویر آقای خوشبسته اونو نمیخواد، اون اولاش که نوشته نمیدونم به ترتیب فهرست و اینا رو نمیخواد، از همون درس ستایش پرینت بگیرید اگر میخواین بگیرید. دو سه صفحه اول رو نمیخواد بگیرید که اون تصویر اون آقاه است و فلان و اینا. ولی به نظر من همون PDF و بعدن که کتابتون اومد میتونید زیر کتابتون یادداشت بکنید. البته ما خودمون اینجا همه موارد رو میگیم، بیشتر از اون جزوه هم داریم میگیم، هم تست رو کار میکنیم. چون اگر شما اون داشته باشید دیگه معنی ها رو ننویسید، ما وقت بیشتری داریم که تست کار بکنیم. اینجا این کلاس رو به یک کلاس کنکور در واقع تبدیل میکنیم، چون سال 12 هستید و بسیار براتون تعیین کننده. امیدوارم آینده درخشانی رو در پیش رو داشته باشید. خب گفتیم جلال و جمال هم جناسن هم تضادن. صفات جمال صفات جلال، صفات رحمتن جمالا، جلال هم صفات قهر و غضب خداست. خب مفهومش چیه؟ این که ما از این همه زیبایی خداوند حیرانیم، حیرانی و حیرت زدگی از نهایت زیبایی حضرت حق و اقرار به ناتوانی در شناخت خداوند. خب گر کسی وصف او زمن پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ استفهام انکاریه. بیدل از بینشان چه گوید باز؟ یعنی بیدل از بینشان هیچ چیزی باز نمیگوید. باز گوید یا گوید باز فعل پیشوندیه از نظر ساختمان. این باز، بر، در، فرو که قبل از فعل ها میان، اینا پیشوندن. پس بازگوید یک فعل پیشوندیه. بیدل کنایه از عاشق، کسی که دل خودش رو از دست داده، کسی که در وجود معشوق فانی میشه، خودش رو به حساب نمیاره، همه چیز رو برای معشوق میخواد،
شر، چون این عرفانیه منظور خداونده. خب میگه اگر کسی وصف خداوند رو از من خواستار بشه و بپرسه، باید بگویم من عاشقم، بیدلم، و عاشق که از خود خبر ندارد نمیتواند از معشوق، پس بینشان هم کنایه از معشوقه. بیدل کنایه از عاشق، بینشان کنایه از معشوق که همون خداوند باشه. عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. کشتگان میتونیم بگیم کنایه یا استعاره از عاشقانن. کیا هستن کشتگان؟ کشتگان کسانی هستن که به مرحله فنا رسیدن. یعنی چی؟ یعنی به آخرین وادی عرفان، جایی که خودشون رو در نظر نمیگیرن، تمام تعلقات و وابستگی های جسمی و انسانی خودشون رو از دست دادن و همه چیز رو خدا میبینن. تلمیح داره به آبه این حدیث، من عرف الله کل لسانه، هر کس خدا را شناخت زبانش بند میاد، نمیتونه چیزی بگه. پس این تلمیح داره، تلمیحه رو مینویسم. حالا گفتم نیازی نیست شما عربیشو بنویسید، ولی برای اینکه بدونید، من عرف الله، عرف الله، من مبتدا، عرفه، حالا من عربی من خوبه، عرف الله کل لسانه، هر کس خدا را شناخت زبونش بند میاد، نمیتونه چیزی بگه. پس تلمیح داریم. ببینید بچه ها، عاشق معشوق ریشه دوتاشون از عشق میاد، ای عشق، پس اینا رو بهش میگیم اشتقاق، آرایه اشتقاق، یعنی از یک ریشه، از عشقه میاد. آرایه تکرار هم داریم دیگه، کشتگان رو دوباره آورده. خب مفهومش چیه؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. معنیشو میگم بعد شما مفهومشو بگید. عاشقان در حق، در معشوق که خدا باشه فنا هستن، خودشون رو نمیبینن، پس از کشته آوازی بر نمیاد تا وصف خدا رو بگه. زبونمون بند اومده، نمیتونیم وصف خدا رو بگیم. چه میخواد بگه مفهوم کلیش؟ آفرین، بی ادعای عاشق حقیقی، تسلیم محض بودن، تسلیم محض معشوق بودن، یعنی عاشق تسلیم محض خداست و پاک باخته است. درسته، آفرین. یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده و در بحر مکاشفت مستغرق گشته. ما خانم های محترم دو تا اصطلاح عرفانی اینجا داریم، یکی مراقبه، یکی هم مکاشفه. مراقبت چیه؟ در اصطلاح توجه بنده به خدا، یعنی اینکه خداوند در همه احوال عالم بر ضمیر انسان باشه، خداوند رو همیشه بر خودمون ناظر ببینیم، این میشه مراقبه. مکاشفه اینه که روح انسان عارف به حقایق الهی پی ببره، کشف بکنه، شهود بکنه، آشکار بشه، اسرار رو
رموز الهی بر دل عارف آشکار میشه، چیزهایی رو اونا میبینن که ما نمیبینیم. به خاطر حجابهای نفسانی که جلوی چشم ما هست ما خیلی از چیزها رو نمیبینیم، ولی عرفا انسانهایی که در وجود حق معبن خیلی از چیزها رو میبینن که ما نمیتونیم ببینیم. خب یکی از صاحب دلان یعنی روشندل، کسانی که دل آگاهی دارن، آگاه دلان، ذوق عرفانی دارن. جیب هم به معنای گریبان و یقه. مستغرق یعنی غرق شده، فرو رونده در آب. از نظر قلمرو ادبی ما یک کنایه داریم با یه اضافه استعاری و یه تشبیه. کنایه چی بود اینجا؟ یه بار میخونم ببینم میتونید کنایه‌شو پیدا کنید. یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده. آفرین، سر به جیب فرو برده، سر به جیب مراقبه فرو برده، کنایه از حالت تفکر عارفانه. حالت تفکر عارفانه. خب اضافه استعاری داریم اینجا، چیه؟ جیب مراقبت. خب جیب یقه است، یقه یه قسمتی از انسان دیگه، درسته؟ یه قسمتی از لباس انسانه. اما بحر مکاشفت، بحر و مکاشفت تو چیز کلی هستن. مکاشفت مثل یک دریاست، بحر مکاشفت تشبیهیه، اضافه تشبیهیه، ولی جیب مراقبت اضافه استعاری است. گفتیم در اضافه استعاری قسمت اول معمولا جزئیه، ولی در اضافه تشبیهی ما هم مشبه رو داریم، هم مشبهان به، و دو تا پدیده مستقل هستند. آنگه که از این معاملت باز آمد، یکی از دوستان گفت از این بوستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی. معاملت هم از یک اصطلاح عرفانیه، یعنی اعمال عبادی، عبادت، احکام و عبادات شرعی، و معنی داد و ستد هست، ولی در اصطلاح عرفان هم یعنی احکام و عبادات شرعی. البته اینجا مقصود هیچ کدوم از اینا نیست، مقصود همون مراقبه، مراقبت و مکاشفه است. میگه در اون مراقبت و مکاشفه ای که داشتی ما را چه تحفه کرامت کردی. آنگه که از این معاملت باز آمد، باز آمد یعنی از عالم مکاشفه و مراقبه به این عالم اومد، حواسش اومد تو این عالم که در آن بودی. ما را چه تحفه کرامت کردی، یعنی میبخشی. درست فعل ماضیه، ولی گفتیم باید به زبان امروزی بیاریمش، به زبان ساده امروزی. ما را چه تحفه کرامت کردی، یعنی به ما چه میبخشی. ماضی هست شکلش، ولی معنی مضارع میده، مضارع اخباری. خب پس معاملت اینجا استعاره از اعمال عبادیه، اون حالت جذب خدا شدن. بوستان استعاره از گلزار معرفت، معارف الهی. شناخت خدا،
تحفه هم استعاره از نتیجه اون مراقبت، نتیجه کشف و شهود و مراقبت که صاحب دل و عارف و آگاه به آن دست پیدا میکنه. خب میگه زمانی که از این اعمال عبادی بیرون اومد، یکی از دوستان پرسید از این معارف الهی و گلزار معرفتی که در آن بودی چه هدیه‌ای به ما میبخشی؟ مفهوم کلیش اینه که از حالت عرفانی بیرون اومد، بیرون آمدن از اون حالت و جذبه عرفانی، بیرون آمدن از اون حالت و جذبه عرفانی. الان صدا هست؟ خب صدا که دارن بچه ها، احتمالاً از سیستم شما باشه. گفت به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیه اصحاب را. هدیه اصحاب را، یعنی برای هدیه اصحاب، برای هدیه به یاران. پس اینجا را رای حرف اضافه است. درخت گل استعاره از حقایق شناخت خداوند، یا بگیم استعاره از جمال خدا، استعاره از زیبایی خدا. خب بگه قصد داشتم که، به خاطر داشتم، یعنی قصد داشتم، در دلم اومد، در دلم افتاد که وقتی به وصال خداوند برسم، آنچه از اسرار الهی برای من آشکار شد و بیانشم جایز بود برای دوستان توضیح بدم. چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. بوی گل مرا چنان مست کرد. این میم در گلم مفعوله. بوی گل مرا چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. دامن از دست رفتن هم کنایه از بی خود شدن، اختیار خود را از دست دادن. بین دست و مست جناس داریم. بوی گل استعاره از رسیدن به خدا و معرفت خدا. دامن از دست رفتن هم گفتیم اختیار خود را از دست دادن. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. بوی گل گفتیم که استعاره از جلوه های جمال خدا یا زیبایی های معشوق، اون حالت خوشی که از دریافت حقایق الهی به انسان دست میده میشه بوی گل. پس جلوه های معشوق یا زیبایی های معشوق. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. آواز نیامد یعنی صدایش بلند نشد، اعتراضی نکرد. خب اینجا دقت کنید نوع راش چه نوع راهیه؟ ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. ببینید کان یعنی که آن، سوخته را جان شد آواز نیامد.
چه نوع رایه؟ فک اضافه. بله، جان آن سوخته. درسته، آفرین. این را رای فک اضافه است. جان آن سوخته شد، یعنی رفت، و آوازی هم ازش نیومد، اعتراضی هم نکرد. وقتی که میگه ای مرغ سحر، مثل اینکه داره با یه انسان صحبت میکنه، چون ما یه ویژگی انسانی بهش دادیم، پس اینجا تشخیص داریم. بله، خب، ای مرغ سحر عشق سپروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. مرغ سحر نماده، نماد از نماد عاشقه، نماد عاشق راستین، کسی که همه وجودش رو معشوق فرا گرفته. پروانه، ببخشید، مرغ سحر نماد عاشق دروغینه، مرغ سحر نماد عاشق دروغینه، اما پروانه نماد عاشق راستینه که خودش رو با آتش میافکند و همه وجودش میشه معشوق. مراعات نظیر هم که داد دلتون بخواد داریم، شمع و پروانه، مرغ و سحر، آواز سوخته و پروانه، مرغ و پروانه. آن سوخته کیه؟ آن سوخته کنایه است. آن سوخته کنایه است، عاشق راستین. کنایه از عاشق راستین. خب، تلمی هم داره دیگه، بازم تلمی به همون حدیث، من عرف الله کل لسانه، هر که خدا را شناخت زبانش بند میاد و نمیتواند چیزی بگوید. من عرف الله. بعد جان شدن کنایه است، جان شد کنایه از مردن. کنایه از مردن، جان شد. شد یعنی رفت، مرد. خب، فک اضافه را هم گفتیم، مفهومش هم میشه اگر انسان میخواد به معشوق برسه، برای رسیدن به معشوق باید هستی خود، وجود خود رو فنا بکنه، خودش رو در نظر نگیره، همه چیزش رو معشوق ببینه. بریم قسمت بعد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. مدعیان کیا هستن؟ ادعا کنندگان، کسانی که ادعای دروغ میگویند. طلب یکی از مراحل، اولین مرحله از مراحل عرفانی طلبه، که عارف و سالک در پی اینه که حقیقت رو، حق و حقیقت رو پیدا کنه. بیخبران کیان؟ انسانها و آدمهای غافل. کسانی که از هیچ شناختی از حق و حقیقت و عشق ندارن، میگن بیخبر. کان را که خبر شد خبری با این کسان، کنایه. کان را که خبر شد، کنایه از این که کسی که به خدا رسید و خدا را شناخت خبری باز نیامد، بازم کنایه است، یعنی نشانه ای از او به دست نمیاد، اثری از او به دست نمیاد، محو میشه، فانی میشه، از خود بی خود میشه.
بازم تلمیح داره به همون حدیث معروف، هر که خود را شناخت زبانش بند میاد، من عرف الله کل لسانه. خب یک جناس برای ما پیدا کنید تو همین بیت. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. تو مصرع دوم بگردی دنبالش، یه جناس تام یا جناس همسان هست. بله خبر و خبر. خانم مقدمه توی معنی هاشم بگی معنی خبر اول چیه، خبر دوم چیه؟ آفرین خانم بن رشید هم درست گفت، خانم مقدمی درست گفت، خانم ترحم هم درست گفتن. معانیشون هم اگه بگید برامون خیلی خوبه. خبر اول منظورش چیه؟ خبر اولی آن را که خبر شد، یعنی آگاه شد. خب خبری باز نیامد. خبر دوم چیه؟ کسی که آگاه شد. خبر دوم، بله آفرین. خبر اول آگاهیه، خبر دوم نشانه. آفرین خانم حسینی، درود بر شما. نشانه، اثر. خب مفهوم این قسمتی که خوندیم توجه کنید لطفا، اینه که عارفان باید بی ادعا باشن، عاشق باید بی ادعا باشه، صبر و سکوت کنه، رازدار باشه و یکی دو بیت که با قسمت آخر درس ما قرابت معنایی داره رو می نویسن با همین قسمتی که گفت این مدعیان در طلبش بیخبرانم. چند تا بیت مهم هست که باش قرابت معنایی داره، قرابت ها رو می نویسیم. دو تا بیتش رو می نویسم بعد بیریم سراغ کارگاه مدفجوری. بالاخره تونستیم درس اول که واقعا درس سنگینی بود رو در چند جلسه به پایان برسونیم. خب این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد، یعنی آگاه شد، خبری باز نیامد، اثری نشانی نیومد. من چند تا از ابیات رو می نویسم که قرابت دارم. محرم این هوش جز بی هوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست، هر که را اسرار حق آموختن مور کردن و دهانش سوختن. کسی را در این بزم ساخر دهند، که داروی بیهوشیش دردهند، که داروی خب خیلی زیاده. الان این ستا بیت قرابت داره با این قسمت. حالا چون وقتمون زیاد نیست و یه 10 دقیقه نهایتش ما وقت داریم، تو این 10 دقیقه هم یک تست دیگه یک کار میکنیم با هم. موافقید یک تست قرابت معنایی کار کنیم؟ یک تست قرابت معنایی. تا حالا همش دستور بود و آرایه. خب
این سه بیت رو اگه یادداشت کرد من برم کنار یادداشت کنی. بسیار خوب. من پاک میکنم تست رو می نویسم. تست قرابت معنایی. خب مفهوم کلی همه ابیات یکسان است به جز یک نیست از همت خود با دو جهانم کاری نیست از همت خود با دو جهانم کاری همتی دارم اگر هیچ ندارم باری همتی دارم اگر هیچ ندارم باری. باری یعنی خلاصه. دو، من همه همت بر اسباب سفر دارم. من همه همت بر اسباب سفر دارم. مرا در حذر ساز مهیا در حذر ساز مهیا بر نتابد بیش از این. سه، زهمت ساخت عیسی بر سپهر چهارمین منزل. زهمت ساخت عیسی بر سپهر چهارمین منزل کلید فتح گردون همت مردانه می باشند. کلید فتح گردون همت مردانه می باشند. آخرین بیت، گرد اهلی گرد زنخلت رو تحت است کوته است ز نخل رطب همت بلند دار که روزی مقدر است. میخونم ابیات رو، میخونم همه ابیات رو یکی یکی میخونم. بیت یک، نیست از همت خود باد جهانم کاری همتی دارم اگر هیچ ندارم باری من همه
همت بر اسباب سفر دارم، مرا در حضر ساز مهیا بر نتابد بیش از این. ز همت ساخت عیسی بر سپهر چهارمین منزل. خب در روایات داریم که حضرت عیسی در آسمان چهارم قرار داره. کلید فتح گردون همت مردانه می باشند. اهلی گرت ز نخل رطب دست کوته است. اهلی اسم شاعر، اهلی شیرازی. ای اهلی شیرازی، گرت ز نخل رطب دست کوته است، همت بلند دار که روزی مقدر است. این همت ها رو باید خوب توجه کنید. ببینید که سه تا از این همت ها یه چیزی میخواد بگه، یکیش یه چیز دیگه میخواد بگه. خانم جانبخش شماره 2 رو انتخاب کرد، خانم مقدمی گزینه 3 رو انتخاب کرده، تا ببینیم نظر دیگه دانش آموزان هم چیه، بعد پاسخ رو بگیم. آقایی گزینه 2 دیگه، گزینه 4 خانم رفعت بنا، خب بچه چون دیگه وقتمون رو به اتمامه، من میخونم جواب رو، دیگه هر کی میدونه چه کدوم گزینه رو انتخاب کرده. ببینید در اینجا تو گزینه های 1، 3 و 4 میخواد بگه که در گزینه های این گزینه ها که با همت والا، اراده بالا میتوان به مقصود رسید. این سه تا گزینه اینو میخواد. اما در گزینه من همه همت بر اسباب همت به معنای قصده، قصد کردن. شاعر میگه که بیش از این نمیتوانم، همه چیز مهیا بودن، همه چیز در حضر را تحمل کنم و قصد سفر دارم. همت بر اسباب سفر دارم، قصد سفر دارم. با این ستا فرق میکنه، اونا همت والا، تلاش والا، اراده والا میتوان به موفقیت رسید. فکر کنم الان مشخص شد. 2 آفرین. 2 میگه من همت بر اسباب سفر، قصد سفر دارم. همت یعنی قصد کردن اینجا. اما در 3 گزینه دیگه با همت والا میتوان به هدف رسید. خب سوالی هست تا اینجا؟ اگه سوالی هست من در خدمت. شما هم خسته نباشید. حالا کلاسمون تا 11:30 یا بیشتر؟ بچه ها لینک حضور غیاب رو هم نگاه بکنید، حاضری بزنید ها. لینک حضور غیاب رو حتما تو واتساپ نگاه کنید، اعلام حضور کنید. اجازه بدید من یه سوال کنم برگردم. خب همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. تا درود دیگر همه شما را بدرود می گویم.